به 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. قول همکاری سرمایه گذاری اروپایی، حمایت از پیوستن به سازمان تجارت جهانی. تهران تا کجا میتواند برای بقای برجام به اتحادیه اروپا پشتگرم باشد؟ اینجا در زوریخ هلگا اشمیت میگوید اتحادیه اروپا تمام قد پشت برجام میایستد در برابر اقدامهای یک جانبه آمریکا. در ادامه برنامه، تأکید ایران و ترکیه بر محکومیت همه پرسی کردستان عراق. آیت الله خامنه ای گفت خیانت به منطقه است. ترامپ برای دلداری به لاس وگاس رفت. پلیس همچنان به دنبال یافتن انگیزه مهاجم. از پشت حصارهای اردوگاه پناهندگان مانوس تا جشنواره فیلم لندن، فیلمساز ایرانی فیلمش را مخفیانه با موبایل ساخت. سلام، خوش آمدید به این برنامه. من فرناز قاضی‌زاده هستم. سلام عرض می‌کنم، باران عباسی هستم. در زوریخ سوئیس، مجمع اقتصادی اروپا و ایران برپاست، جایی که هلگا اشمیت، معاون فدریکا موگرینی و از مذاکره کنندگان اروپایی برجام بار دیگر بر تعهد اروپا به پایبندی بر برجام تاکید کرد و گفت این توافق یک کشور خاص نیست که بتواند به تنهایی آن را لغو کند. جملاتی برای اینکه باعث دلگرمی ایران شود، در حالی که از آمریکا خبر می‌رسد که احتمالاً دونالد ترامپ در موعد سه ماهه برای تایید پایبندی ایران به برجام آن را تایید نخواهد کرد. امشب می‌بینیم که چقدر اروپا می‌تواند با این موضع به ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند، چقدر ایران می‌تواند روی اروپا حساب باز کند، و وقتی از ارتباط این دو صحبت می‌کنیم چقدر موازنه‌شان به هم نزدیک است. امیر پایور خبرنگار ما هم برای پوشش خبری این سمینار الان در زوریخ هست، از همونجا به ما پیوسته. امیر، حرف‌های هلگا اشمیت چقدر میتونه این مشکل سرمایه گذاری در ایران که بعد از برجام کماکان ادامه داره رو برطرف بکنه؟ فرناز، پیام هلگا اشمیت از به نمایندگی از اتحادیه اروپا بیش از اون که برای تسریع روندی که بعضی فکر میکنن بسیار کند پیش میره در گسترش روابط اقتصادی بین اروپا و ایران باشه، در واقع سپری است برای ضربه‌ای که احتمالاً در طی دو هفته آینده از طرف واشنگتن به توافق هسته‌ای و به تبع اون روابط ممکن است روابط اقتصادی ایران و اروپا وارد بشه. جالب است در واقع مقایسه مجمع امسال و پارسال، مجمع اقتصادی اروپا و ایران در واقع به چیزی شبیه به داووس ایران اونطور که اینجا ذکر میشه تبدیل شده. پارسال بحث بیشتر سر مشکلات ورود بازار ایران و کار با شرکت‌های ایرانی تحت مقررات در ایران بود بعد از سالها تحریم، و امسال در واقع شرکت‌های ایرانی و اروپایی در یه جبهه نگران اون چیزی هستن که در واشنگتن ممکنه در طول دو هفته آینده اتفاق بیفته. البته نگرانی‌های واشنگتن درباره بعضی اونچه که مثلا برنامه موشکی ایران یا رفتارهای به گفته واشنگتن بی‌ثبات کننده ایران در منطقه است، چیزهایی است که اتحادیه اروپا میگه که ما در مورد اونها هم نگران هستیم، ولی چارچوب در واقع اقدام درباره اینها در قالب یک توافق هسته‌ای که مشخصا یک توافق عدم اشاعه بود و نه به گفته خانم هلگا اشمیت و نه یک توافق جامع صلح، محل بحث درباره این نگرانی‌ها در داخل برجام نیست. برای همین اتحادیه اروپا میگه که تمام قد پشت این توافق خواهد ایستاد و به خاطر اون در واقع اقدام‌هایی رو انجام خواهد داد که موجب دلگرمی در واقع طرف‌های ایرانی و اروپایی بشه. بعضی شهرهای سوئیس ماها میزبان مذاکرات هسته‌ای بودند. دو سال بعد از توافق هسته‌ای، امروز اینجا در زوریخ باز حرف برجام بود. این بار احتمال از هم پاشیدن آن. آن هم در حضور صدها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ ایرانی و اروپایی، کسانی که امید زیادی به چیدن میوه‌های درخت برجام داشتند. اما یکی از عالی رتبه‌ترین مذاکره کنندگان برجام گفت اتحادیه اروپا
پشت این توافق ایستاده. در زمانی که ما تلاش می‌کنیم با تهدید ناشی از برنامه هسته‌ای کنترل نشده کره شمالی برخورد کنیم، به نظرم باید اهمیت حیاتی برجام در جلوگیری از تکثیر سلاح‌های هسته‌ای را یادآوری کنیم. پیام روشن و رسای ما این است که جهان یک بحران هسته‌ای دیگر نمی‌خواهد. همان یک بحران هسته‌ای زیاد است. اتحادیه اروپا برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران خیلی تلاش کرد و رسیدن به آن توافق خیلی زمان برد. حالا این توافق را داریم که در جهت تحقق اهدافش اجرا هم می شود. تا وقتی که ایران به این توافق پایبند باشد، ما هم به آن پایبند خواهیم بود. خانم اشمیت گفت فقط برای حرف زدن نیامده، بلکه حمایت اقتصادی اتحادیه اروپا در عمل است. به نشانه اعتماد می‌خواهم در روابط آتی مالی و اقتصادیمان تأکید کنم. کمیسیون اروپا پیشنهاد داده که به بانک سرمایه‌گذاری اروپایی اجازه داده شود که در آینده در ایران فعالیت کند. تمامی 28 عضو اتحادیه اروپا از گسترش روابط این اتحادیه با ایران استقبال کردند. ما از طرح ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و به خصوص حضور فعالتر ایران در اقتصاد جهانی استقبال می‌کنیم. این پیام روشنی است که داده ایم و به آن هم عمل می‌کنیم. قرار است تا کمتر از دو هفته دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره ادامه یا خروج از برجام اظهار نظر کند. تحلیلگران میگویند هنوز شانس بقای برجام هست، حتی در واشنگتن. به رغم خصومت شدیدی که علیه ایران و برنامه هسته‌ای هست، تمایل کمی رو برای برچیده شدن توافق هسته‌ای و وضع تحریم‌های دوباره شاهدش هستیم. بنابراین اگر رئیس جمهوری توافق را تایید نکنه، فکر کنم جمهوری خواهان در کنگره خیلی ناخشنود خواهند بود. در مجمع اقتصادی اروپا و ایران همه کسانی که دو سال منتظر به ثمر نشستن برجام بودند، حالا دو هفته دیگر باید نگران بقای آن باشند و بعد از آن زمان انتخاب است. درباره این شرکت های بزرگ صحبت میکنیم که در ایران سرمایه گذاری کردن و منابعشون بگیم حداقل 3 تا 5 ساله. اینا به نظر من فکر نکنم به این آسونی بگن که خب ما پامیشیم از ایران میریم بیرون. این خیلی مهمه برای بگیم شرکت های واقعا بزرگ اروپایی. این یه مسئله دیگه اونه که بگیم که شرکت های فقط با ایران تجارت میکنن، خب مسئله دیگه یه تجارت میشه آدم به حالت آسون تری آدم بگه خب دیگه تجارت رو ادامه نمیده. برای این نقطه که اینجا خیلی مهمه ببینیم که اتحادیه اروپا آیا و در چه حالتی ضد این تحریم‌های طرفی آمریکا عمل انجام میده یا نه. آنچه این مدیران اقتصادی و تجار به آن نیاز دارند ثبات و پیش‌بینی پذیری بازار است و آنچه بازار ایران به لطف سیاست کم ندارد ابهام و شگفتی. امیر هنوز با ماست. امیر، این جلسه درش صحبت‌های زیادی در مورد مسائل مختلف مطرح شد، یکیش پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بود. چقدر شدنی هست این مسئله، چقدر مهم هست الان اگر که ایران بپیونده به سازمان تجارت جهانی؟ خب این یکی از برنامه‌ها و خواسته‌های درازمدت ایران بود. البته قدری قبل از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، بعدن که مسائل تحریم پیش اومد، این کلاً در واقع کنار گذاشته شد، اما الان دوباره مطرح شده به خاطر اینکه این در برجام هم پیش بینی شده بود و به عنوان یکی از تعهدهای طرف مقابل مذاکره کنندگان ایرانی تونسته بودند این در واقع وعده رو بگیرند که طرف مقابل در واقع حمایت کنه. در واقع کاری که اتحادیه اروپا میکنه عمل به اون تعهدی است که در طی مذاکرات داده بود برای حمایت از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی. البته در مورد سازمان تجارت جهانی یه قدری این وضعیت این سازمان، اهمیتش و نقشش در جهان نسبت به دوره‌های به سال‌هایی که در واقع مذاکرات دور دوحه برگزار می‌شد تغییر کرده و قدری اهمیتش کمتر شده. اهمیت در واقع توافق‌های تجاری، پیمان‌های تجاری بیشتر الان پیمان‌های دو جانبه است یا پیمان‌های منطقه‌ای است، مثل اون چه که در شمال آمریکا بود و البته آقای ترامپ ازش داره خارج میشه، یا پیمان‌های تجاری اقیانوس آرام. پیمان‌های منطقه‌ای الان اهمیت بیشتری دارن نسبت به یک در واقع رژیم تجاری جهانی. اما در این حال یک نکته را هم نباید فراموش بکنیم که خیلی در واقع عضویت ایران یه سری مسائل عمده رو در تجارت ایران حل میکنه، ولی این عضویت در صورتی میتونه تحقق بپذیره که تمام کشورها نسبت بهش اجماع داشته باشن. به عبارت دیگر اگر آمریکا از برجام خارج شه و
نسبت یعنی بر طبق برجام دیگه تعهدی نسبت به حمایت از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی نداشته باشه، اون وقت میتونه این رو وتو بکنه و اون وقت مسئله عضویت ایران کماکان در واقع معلق خواهد موند. مثلا ازت در مورد این مسئله بانک سرمایه‌گذاری اروپا هم بپرسم، اون چقدر مهم هست و چقدر در واقع پیشرفت کرده این ماجرا، فقط در حد حرف یا امیدوار باید باشه دولت ایران؟ بانک سرمایه‌گذاری اروپا مثل بانک‌های تجاری دیگه، بانک‌های خصوصی دیگه نیست. یک بانکی نیست که در واقع مشتری خرد داشته باشه. یک بانک توسعه است. همونطور که از اسمش پیداست، برای سرمایه‌گذاری تو پروژه‌های عمده است. باز همه مهمتر، بانک اتحادیه اروپا است. یعنی یک بانک دولتی است، ولی نه یک دولت به خصوص، بلکه 28 دولت با هم. بنابراین و اون چیزی که تا حالا ایران میگفت این است که اگر که طرف مقابل میگه که بانک‌های خصوصی تصمیمشون برای کار با ایران یک تصمیم در واقع هزینه و فایده است و مربوط به خودشونه، اگر دولت‌های اروپایی واقعاً صداقت دارن در مورد اینکه میخوان روابط بانکی برقرار شه، چرا از بانک‌های دولتی شروع نمی‌کنن؟ و خب این در واقع پاسخ اتحادیه اروپا است که حالا داره در واقع بانک خودش رو، بانک توسعه‌ای خودش رو پا پیش میگذاره برای اینکه در ایران پروژه هایی رو احتمالاً در واقع سرمایه گذاری بکنه، تأمین مالی بکنه. ارقامش مشخص نیست، زمانبندی شروع این کار مشخص نیست، اما سیگنالیست به بازار و به بانک های دیگر که در مورد اینکه این در واقع نظام بانکی در ایران قابل اعتماد هست. و نشانش هم این است که بانک سرمایه گذاری اروپا میخواد در واقع با ایران کار